در حالی که نیروهای امنیتی افغان تلاش برای از بین بردن گروه طالبان و القاعده در افغانستان دارند، جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، در مصاحبه با رویترز گفته است بحران رهبری در گروه طالبان که پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه به میان آمده است، سبب شده تا رابط طالبان با گروه های دهشت افغان خارجی چون شبکه القاعده نزدیک تر شود. در زمان حیات ملا محمد عمر، طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته بودند، اما ملا منصور نتوانسته این فاصله را حفظ کند. به نظر من طالبان به خاطر با القاعده و شبکه حقانی نزدیک شدند، چون ملا منصور مشروعیت ملا عمر را در میان جنگجویان طالبان ندارد. اما دید نمایندگان در این زمینه چنین است: سایبان نفت، سایبان مواد غذایی، با سی‌آی‌ای و پنتاگون، به نظر من شاید پلان و استراتژی 40 سال 50 سال آینده را ساخته باشند و دقیقا اینا بر اساس استراتژی خود پیش می روند و سالانه تطبیق می کنند تا زمانی که در افغانستان جنگ به نفعشان باشد. من معتقد هستم که جنگ اینا ادامه می دهند. در افغانستان یک حکومت، یک سیستمی به وجود آمده که هیچ کس نمی تواند که در حکومت باشه و مراکز تروریستی را برای القاعده و یا داعش ایجاد کنند. ما مطمئن هستم که در افغانستان دیگه این خواب و خیال است که مراکز تروریستی در افغانستان ایجاد شوه، یا القاعده بیاید یا داعش بیاید یا به نام طالب کسی بیاید. گفته نیست آمریکا گروه طالبان افغان را یک سازمان دهشت افغانی تلقی نمی کند، در حالی که تحریک طالبان پاکستان القاعده و شبکه حقانی شامل فهرست سازمان های دهشت افغان خارجی آمریکا می باشد.